عزیزان مهربان شاگردان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشید و از گزند روزگار در امان باشید. شاگردان عزیز، در خانه هایتان باشین تا از ویروس بسیار خطرناک در امان باشید، که ویروس خطرناک ویروس کرونا می باشه که تا اکنون هیچ واکسین هیچ داروی به خاطر واکسین جور نشده. شاگردان عزیز، امیدوار هستم که درستان در خانه بخانید، از بیرون رفتن زیاد اجتناب ببرزید و تا وقتی که ضرورت نمی داشته باشین از خانه هایتان بیرون نشوین، از ماسک و دستکش استفاده نمایید و همچنان دستانتان را چندین بار در روز با آب پاک و صابون بشوید. شاگردان عزیز، در ادامه درس های روز قبلی ما درس امروز ما را شروع میکنیم که درس امروز ما از XY Scatter Charts یعنی چارت های پراگندگی XY، چارت هایی که در محور XY رسم میشه و توسط اعظمی به خاطر ارائه دادن معلومات از محورهای XY استفاده صورت میگیره. شاگردان عزیز، سوال با هم در صفحه های پنجم کتابتان دقت کنین و درس خود با هم یک جا شروع میکنیم. XY Scatter Chart. The type of chart is used for comparing a pair of values. XY scatter chart is used when values being charted represent different measurement. حالا با هم یک دوباره میخوانیم. XY scatter chart. This type of chart is used for comparing a pair of values. XY scatter chart is used when values being charted represent different measurements. حالا با هم یک جا میخوانیم و معنا میکنیم. XY scatter chart. چارت پراگندگی XY. This type of chart is used for comparing a pair of values. این همه چارت ها به خاطر مقایسه کردن دو جفت استفاده میشه. به خاطر مقایسه کردن دو جفت که ارزش هایش با هم هر هم چیزی که با هم مقایسه میکنن بخاطر مقایسه کردن دو جفت استفاده میشه، دو چیز. XY scatter chart is used when values being charted represent different measurements. و امی چارت ها که هستن، چارت های XY که هستن، در وقت استفاده از این چارت ها، از ارزش چارت ها، اندازه گیری های مختلف را نشان میده. به خاطر اندازه گیری ارزش ها، اندازه گیری های مختلف را از این چارت ها استفاده صورت میگیره. به لغت که از این دست برتون کشیم، اسکیتر به معنای پراگندگی. خب شاگردان عزیز، مثالی که در صفحه 15 کتابتان آمده، چارت های XY، یک محور XY رسم کردم که مقایسه بین ریاضی، انگلیسی و ساینس می باشن که بیشترین نمرات در مضمون ریاضی گرفته و رنگ آبی، سرخ، سبز استفاده صورت گرفتن و مقایسه کرده بین ریاضی، انگلیسی و ساینس که کدامش پایین‌ترین نمره را شاگردا در کدام مضمون گرفته و در کدام مضمون بلندترین نمره را شاگردا گرفته، این رو مقایسه کرده. خب شاگردان عزیز، باز دوباره تکرار میکنم، چارت پراگندگی XY، XY scatter chart. این چارت های پراگندگی، این چارت های XY که میباشه به خاطر مقایسه کردن دو چیز، دو ارزش، دو شی، دو جنس استفاده صورت میگیرن. خب شاگردان عزیز، و همچنان از چارت ها به خاطر اندازه گیری های مختلف استفاده صورت میگیره که امیدوار هستم که یاد گرفته باشین شاگردان عزیز و کارخانگی تا نمی باشه که دو چیز مختلف با هم ارزش گذاری میکنین یا مقایسه میکنین و روی محور XY نشان میدین. شاگردان عزیز، روی از این محور نشان میدیم که کدام بزرگتر است، کدام کوچکتر است، از نگاه اندازه گیری، از هر نگاه دیگه که خواسته باشین شاگردان عزیز، میتونین که ایره مورد استفاده قرار بدین. از این چارت استفاده های بسیار خوب و خوبتر میشه از استفاده کرد که
بخاطر مقایسه کردن دو جنس دو شی استفاده صورت میگیره. شاگرد عزیز امیدوار هستم که درس امروز ما را یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز چارت ها امروز بخش چارت ها تمام میشه، روز بعد انشالله بخیر درباره creating a chart یعنی ساختن یک چارت در پروگرام اکسل با هم یکجا میخوانیم. شاگرد عزیز روز بعد شما کوشش کنید که لپتاپ هایتان پیشتان باشه، ما به شکل عملی براتان نشان میدیم و همچنان هر آن کاری که ما انجام میدیم شما به شکل عملی همچنان در کامپیوترهای شخصی خود انجام بدین و تا یادتان نره. و همچنان قسم که همه ما شما میفهمیم کاری که توسط عملی صورت میگیره بیشتر به یادتان میباشه نسبت به اینکه نظری شما میخوانین. ساختن چارت ها رو روز بعد میخوانیم. تشریحات چارت همیشه به پایان میرسه. شاگرد عزیز تا دیدار بعد، بدرود، الله حافظ و نگهدار همه شما.